شعری که براتون میخونم عنوانش هست لئوناردو آلیگری و من اسمش رو به فارسی نوشتم، آلیگری رو با حروف لاتین نوشتم. در واقع این یک جور نقدی است به اخلاق، حالا از دید خودم، و در اینجا بیاتریس رو خطاب قرار میده که میدونیم راهنمای دانته در سفرش به بهشت هست و چند تا الوژن داره، ارجاع داره که دوستان احتمالاً میدونن ولی من باز همینطوری میگم، ارجاعاتی به سدوم و عموره داره که میدونید احتمالاً شهرهایی است که شهر قوم لوط که ویران شد بر اثر گناهکاریشون، و ستون نمک که خب همون زن لوط هست که برگشت به عقب نگاه کرد، و اشاره به هلیوس داره که میدونیم یکی از اساطیر یونان هست، خدای خورشید در اساطیر یونان. بعد اشاراتی به ونیز داره که دوباره برمیگرده به همون به اصطلاح به آتریس. در پایانش هم یک سطر هست که ارجاعیست به شعری از نمایشی شب با گلوی خونین خانده دیرگاه، دریا نشسته سرد، یک شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد میکشد، که این پایان بندی شعر هست. در واقع من یک سطرشو میگم و ارجاعیست دون. لئوناردو آلیگری. بیاتریس، بیاتریس، بانوی پاکی ها، مادرت را گاییدم. از پشت سنگ چین تو را دید می زدم که با انجیر بنها ور می رفتی، مادرت را گاییدم. با دامن بلندت میان محراب شاشیدی و به تمثال مریم باکره لبخند زدی، مادرت را گاییدم. پشت پیراهنت چاکی داشت که صدوم و اموره را در خود میپذیرفت، از اشتیاق میانگاهت میمردم، مادرت را گاییدم. مادرت را میان علفزارها دیدم، دست سایبان آفتاب که تو گاوهای هلیوس را میچراندی در دامنه، به لبانت قیماق و گل سرخ میمالیدی، شب در آتش چوپانها هی چوپانهای مراتع باد میدادی به تندیس نمک، شتک میزد شعله به کوهستان. در بالاخانه کنیزکان اوراد مقدس خواندند، مشاتگان، جادوگران، خنیاگران تو را میآرایند. بر ایوان ایستاده ای، میدان ونیز زیر پایت چرخ میخورد، طوافان، طراران، شاعرکان یقچاک بر بومهای نقاشی میگوزند. بیاتریس، بانوی پاکی ها، دریده باد، بریده باد شب با گلوی خونین. شعر بعدی که میخونم خب از این فضا خیلی متفاوته، مال کتاب اخیرم هست و مال سال اخیر. شب از خانه بیرون رفتم در پی خرگوشی جوان، از لابلای درختان مرا به سوی دریا برد. بادی تند وزید و بارانی سخت در گرفت، بر سکوی ایستادم و در دریا نگریستم، خرگوش بر تخت پاره‌ای روشن می رفت، دریا خوفناک بود و من می لرزیدم، خرگوش بر تخت پاره همچنان می رفت. از رؤیای خود به تو چیزی نگفتم، از رؤیای خود به او چیزی نگفتم، از دریا نومید به خانه برگشتم، خرگوش بر بسترم غنوده بود. یکی دو تا شعر دیگه میخونم که اینها به اصطلاح مضمونش
بازداشت و بازجویی و اینهاست. یکی از کتاب نخستم نگهدار باید پیاده شویم که عنوانش هست بازداشت و شعریست که سالهای 74-75 نوشته. بازداشت توصیفش هم در واقع یک رخداد واقعی است که برای خود من اتفاق افتاد. در مشهد من دانشجو بودم و بازداشت شدم شبی و خاطری است از اون شب. بخاری لرز ما را می گرفت و آفتابه گازوئیل را و دودش در سردابه نیم تاریک بیاری عنکبوت ها می رفت. مرد میانسالی با خوشدلی می خندید. آدم کشته بود. پیرمردی با انگشتان لرزان سیگاری بین دندانهای زردش می گذاشت و پسرکی را که با صدایی حزین می خواند زیر چشمی می نگریست. جوانی به آهستگی جارو می زد. انگشتانش دراز بود و مست از جوی خیابان بیرون آمده بود. من فقط بر دیوار نوشته بودم صفورا جان عزیزم قربانت برم ای گل سرخ. شعر بعدی از کتاب از میز من صدای درختی می آید. من بازجوی مهربانی دارم، به فلسفه و شعر نو علاقمند است، از چرچیل خوشش می آید و چای سبز می نوشد، ظریف و عینکی است، تحریش نازکی دارد با صدایی زنانه، مؤدب است و توهین نمی کند، هرگز مرا نزده است، هرگز نخواسته اعتراف دروغ بکنم. میگوید فقط راستش را بنویس. میگویم چشم. شعر بعدی هم باز اشاره به همین داستان هاست و یک آدرسی اینجا هست که من توضیح میدم خدمت دوستان. در مشهد خیابانی هست به اسم خیابان کوهسنگی که خیابان خیلی معروف و خوش آب و هوایی است و در اونجا یک پلاک 13.1 وجود داره که معمولا بعضی ها رو احضار میکنن اونجا گاهی اوقات. دوست دارم زنده بمانم، روزی به مشهد برگردم، به پلاک 13.1 کوهسنگی، بر دریچه بکوبم، سید کلاه سبز در را باز کند، داخل شوم، در اتاق سمت چپ رو به دیوار بنشینم، این نیز بگذرد را ببینم بر دیوار و وقتی برگه ها را پر می کنم برگردم و بی اجازه یک بار در چشمان تو بنگرم. شعر بعدی این هست دوستان، شماره 10 در فاکشی دوستان میشه. آره بله، این دوتا هستش. اینها این دوتا شعر دیگه میخونم که منتشر نشده هستن، از شعرهای جدیده. در خواب شعری سرودم دیشب مثل هر شب، شعری شفاف که چون منشوری بر من تابید، برخواستم و سطری از آن را یادداشت کردم. A dancing wall appeared before me. دیواری رقصان برابرم ظاهر شد. دیواری رقصان؟ چرا رقصان؟ چرا به انگلیسی بر من ظاهر شد؟ دیوار رقصان مگر چه عیبی داشت؟ دانسینگ وال چه جادویی؟ من که یک شاعر پارسی هستم،
دیوار رقصان را خوشتر دارم. دیوارهای بسیار در خاطر من است، در خاطره پارسی من. در خواب هم شاعری پارسی بودم، می ترسیدم یاد داشته روزانه بنویسم، می ترسیدم هم خانه ام علی مصطفایی مرا به اطلاعات لو بدهد، می ترسیدم مرا به کوه سنگی ببرند، به پلاک 13-1. آخرین شعر رو هم میخونم. آن که خود را به زیر قطار میاندازد، به لباسی که بر تن دارد میاندیشد، آیا بهترین جامه اش را میپوشد یا هرچه دم دستش رسید؟ شاید بارها لباسش را عوض میکند، با خود میگوید این کت و شلوار را تازه خریدم، این پیراهن خوش رنگ تر است، این ژاکت به من نمی آید، این کفش ها رنگ رو رفته است. شاید لباس کهنه ای بر تن کند، کیف پولش را در بیاورد، بگذارد توی کشو، یادداشتی بنویسد، همه چیزش را ببخشد به برادرش. شاید در آینه لبخندی بزند، سیگاری دود کند، برای آخرین بار به ابر نارنجی در گوشه چپ آسمان بنگرد، دهانش را رو به قطرات ریز باران باز کند و با اشتیاق زنی که شویش از جنگ می آید به سوی قطار خیز بردارد. سپاسگزارم.